مرسی از صحبت بسیار عالیتون رفیق مرتضی. بله شما این میخواین یه برید دوباره برگردید، من آره ما چند یه دقیقه لحظه. صبر میکنیم تا شما مرسی. بیاین، ببخشید. ولی صداتون تا اینجا همش خوب بود. رفقا صحبت مرتضی عزیز شنیدن، اگر مایلید سوالی بکنید یا در بحث شرکت کنید لطفا دستاتون رو بالا کنید، امیدوارم بتونید بحث خیلی خوبی داشته باشیم. رفیقم خیلی موضوعات و نکات مهمی رو مطرح کرد، خیلیاش جای بحث بسیار بیشترم داره و به نظر من به صلاح یه مقدار این بحث هایی که تا حالا سر سرمایه داری کردیم و ایشون تونست جمع و جورترم بکنه برام، از این لحاظ به نظرم شاید بحث مفیدی باشه برای بحث های بعدی. به هر حال امیدوارم رفقا دستا رو بالا کنن و سوالی یعنی دارن در تکست هم البته میتونن سوالاشون رو بکنن تا رفیقمون برگرده. رفیق مرتضی هم برگشتن. رفیق مرتضی عزیز خوش آمدید مجددا، اگر میخواهید میکوت ویدیوتون رو تست کنید بفرمایید. من بروسوس هم درسها درست نشد، حتی رفتم بیرون، ولی مشکلی نیست، با همین ادامه میدیم. به هر حال هیچ مشکلی پیش نیامد تا حالا در حرفاتون، همه حرفاتون روشن و صدا خوب و هیچ مشکلی نبود، شاید همینجوری هم ادامه پیدا کنه دیگه، در نتیجه نگران نباشید، عالی، مرسی. مشکلی پیش نیامد. تمام. رفقا رفیق و مرتضی هم که برگشت، اگر مایلید سوالی کنید دستی بالا کنید دیگه، من حالا تا رفقا فرصت کنن سوالاتشون رو به صلاح فرموله کنن میخواستم یه نکته ای بگم در رابطه با صحبتتون. اول اینکه واقعا چقدر بحث مهم و دقیقیه که به سرمایه داری نمیشه به عنوان یه بچه تولید ملی نگاه کرد، اینجوری که رسم بود و اینجوری که در سنت حتی مارکسیستی بهش اینجور نگاه شده، یعنی که یه مجموعه ای ما از وچه تولیدهای سرمایهداری قد و نیم قد در جهان داریم، حالا ببینیم اینا رابطهشون با هم چیه، اینجوری مثلا متد تحلیل رو در واقع ارائه دادن. و این خب همونطور که گفتیم در این سنت که به اصطلاح مرحله بندی کرده سرمایهداری رو بر اساسش، مثلا در یه مرحله ازش نتیجه امپریالیزم رو گرفته، خب این همش از همین طرز فکر میاد بیرون به نظرم تا یه اندازه. در اصل که به خود مارکس آدم دقت کنه میبینه نه، سرمایه اولا قبل از سرمایه داری پیدا شده و اون سرمایه هم سرمایه تجاری و پولیه که در بازار جهانی شکل گرفته و در این بازار جهانی از اولم اون سرمایه‌داری که حالا در هر کشوری شکل گرفته نقدن خودش از طریق بازار جهانی ادغام در این جهانی بودن سرمایه، حتی انباشت اولیه همونجور که خود شما گفتید در سطح جهانی صورت گرفته، فقط هم به مثلا کشف آمریکا نمیره، میشه گفت از جنگای صلیبی شروع شده، قارت طلا و نقره به اصطلاح آفریقا و به اصطلاح خاورمیانه و موقع آوردنشون به اروپا از اون موقع شروع شده. خب این سرمایه ها، این پول ها، این طلاها، این نقره ها بعدها خیلی اثر گذاشته دیگه روی انباشت اولیه در فرض کنید انگلستان و فرانسه و غیره و زاره. یعنی این روش های فرا اقتصادی از اولش در پیدایش سرمایهداری نقش داشتن و به این معنا شما نمیتونید بگین در بعدش دیگه نقش ندارن. موقعی که سرمایهداری پیش شرط های خودش رو تونست تولید کنه، خودش تولید کنه، دیگه احتیاج به این روش های فرا اقتصادی نداره.
ممکنه در درون یک کشور واحد اینطور نباشه، در یک سرمایه‌داری مشخص در یک کشور اینطور نباشه، ولی در سطح جهانی به هیچ وجه نمیتونه اینطور باشه. چون در سطح جهانی اینجوری که شما به سرمایه‌داری نگاه کنی، یه ارگانیزم واحدی است در سطح بین المللی. حالا اجزای مختلفش الزاما شباهتی به هم دیگه ندارن، یعنی مثل که گوش شما قرار نیست عین چشم شما باشه، انگشت پاتون نباید شبیه به صلاح لباتون باشه. یعنی این اجزای این ارگانیزم اشکال متکثر و ناهمگونی دارند و این پدیده چیز عجیب و غریبی نیست، چون یه ارگانیزم زنده است که همینجوری داره شکل میگیره در سطح جهانی و بسیار جهانی تر و جهانی ترش هم داره میکنه. و این پدیده رو ما تو حتی خود تاریخ سرمایه‌داری هم به یه شکلی میبینیم دیگه، حتی تو روابطی که ما بر اساسش میگفتیم استعمار، رقابت آزاد، دوران امپریالیسم، دوران حالا نو امپریالیسم، این تمامی اصطلاحاتی که به کار میبریم خودشون در واقع دارن به یه شکلی پروسه جهانی شدن این وجه تولید جهانی رو به ما نشون میدن. از این زاویه که بررسی کنیم اون تحلیل هم به نظر من خیلی میتونه دقیق تر باشه. ما تو این سطح تحلیل که بخوای وارد بشیم، همونجوری خود مارکس هم میخواست جلدای بعدی کاپیتال رو راجع به طبقات و دولت و بازار جهانی بنویسه برای اینکه اینو مشخص ترش کنه، موقعی در سطح جهانی ما وارد میشیم، سرمایه رو از سرمایهدار نمیشه جدا کرد و سرمایهدار رو از دولت سرمایهدار نمیشه جدا کرد. یعنی این روابطی در سطح جهانی که شکل گرفته، در وهله اول روابط بین دولت هاست. یعنی دولت انگلیس نمیتونه بره در هندوستان، حالا یه جایی مثل آمریکا رفتن ریختن گرفتن به اصطلاح مهاجرای اروپایی و اهالی به اصطلاح آمریکایی واقعی رو هم کشتار کردن، ولی خب اغلب جای دنیا که نمیشده این کار رو به این راحتی بکنن، مجبور بودن یه جوری از طریق دولت موجود تو اون کشورها وارد شن دیگه. یعنی سرمایه‌دارای این ور پشت دولت‌های خودشون رفتن، دولت اون ور رو کشوندن طرف خودشون برای اینکه این منافع رو اونجا بتونن از عهدهش بر بیان. بنابراین این تکثر و ناموزونی در واقع شکل کنکرتی است که این رابطه بین دولت‌ها برقرار شده تو این پروسه رشد سرمایه‌داری جهانی. این جنبه تو بحث شما نبود یا بود من ملتفت نشدم، این جنبه ای که دقیقا به اصطلاح ابزار این تکثر و ناموزونی نقش دولت هاست اینجا. دولت ها چجوری در این کار مسبب این نوع اشکال عجیب و غریب شدن؟ ببین مثلا میگم، مثلا حالا مثال ایران، حالا خودش که خیلی داستان درازیه، ولی مثلا همین کشورهای خلیج، کشورهای عربی خلیج، مدلی است که به صورت رؤسای قبایل قدیم در واقع طبقه حاکم اونجان دیگه، همون ایلی که به صلاح بوده شیخاش، حالا طبقه حاکم انقدرم به صلاح همسر و بچه و بیم قوم خیش دارن، همه رو هم بذاری در واقع یه طبقه حاکم کامل میشه. و عملا هم شما میبینید در هیچ کدوم از این کشورها کس دیگه هم داخل این طبقه حاکمه راه پیدا نکرده، ولی همین به صلاح جامعه ای که هنوز به این شکل طبقه حاکمش حالت ایلی داره، یکی از بزرگترین سرمایه گذارا شده در مقیاس جهانی. نه فقط هم تو به عنوان به اصطلاح یه کسی که مثلا امپریالیزم انگلیس میاد مثلا پولاشو میدزده میبره اونجا، خودش داره پول قرض میده به امپریالیزم انگلیس، خودش الان یکی از منابع مالی بزرگ شد و بدون به اصطلاح اون سرمایه اون یه جای سرمایه داری جهانی خواهد لنگید، یعنی نقش مهمی هم داره. خلاصه میخواستم بگم این ما که میریم وارد جنبه تکثر و ناموزونی میشیم،
خب یه پروسه مشخص تاریخی رشد سرمایه داری است. تو این پروسه مشخص رشد سرمایه داری دیگه نمیشه از دولت انتظار کرد. باید یکی از ابزار تحلیلمون باید دولت باشه. روابط بین این دولت ها چی بوده؟ این پروسه ناموزون و مرکبم که شما اشاره کردید اتفاقا به همین جنبه دلالت داره دیگه. به خاطر این روابط بین دولت ها شما یه چیزایی رو میتونید از یه جایی وردارید ببرید پیوند بزنید یه جای دیگه و این پیوندی که اونجا میزنید شما خودش اثرات به اصطلاح خیلی عجیب و غریبی اثراتی غیر قابل تصور از خودش بده بیرون. یعنی خود این ناموزونی مرکبی صرفا در این نیست که بعضی چیزها عقبترن بعضی چیزها جلوترن. این بعضی چیزها که جلوترن ما که ترکیب شدن با اون بعضی چیزها که عقبترن یه موجودات عجیب غریبی تولید کردن که امروزه به اشکال انواع مختلف همه جا میبینیم اینا رو در کشورهای مختلف. خود همین مثلا انباشت اولیه که شما اشاره کردین بهش اتفاق به درستی اهمیتش رو برجسته کردید، اصولا پروسه ادغام جهان در این وجه تولید جهانی ما اصلا بدون در نظر گرفتن رابطه بین انباشت سرمایه‌دارانه و انباشت اولیه نمیتونیم بررسی کنیم، چون اون جاهایی که هنوز سرمایه‌داری رشد نکرده یعنی در یه دوره انباشت اولیه به سر میبره دیگه، به یه شکلی همین پروسه اونجا هم داره میشه. این سرمایه حالا آماده و حاضر و جا افتاده توی بسیار کشورهای پیشرفته تر سرمایه داری حالا با سرمایه است که میره میزنه دخل اون پروسه های انباشت اولیه رو میاره دیگه. اینجوری نیست مثلا یه عده‌ای دارن تمرکز وسایل تولید رو ایجاد میکنن یه عده‌ای هم دارن از وسایل تولید کنده میشن. سرمایه خارجی میره اونجا یه دفعه پارچه مثلا کتون منچستر رو میبره هندوستان، تمام تولید کننده های مثلا با دوک های نخریسی اونجا رو نابود میکنه. یعنی اینا دیگه تبدیل به کارگر هم نمیشن چون اونجا صنایع دیگه ای نیست که بتونه اینا رو جذب کنه هنوز. بنابراین یک خیل بیکار ایجاد میکنن. یعنی این ناموزونی و مرکبی میتونه خیلی اثرات مخربی بذاره در زم. اینجوری نیست که همه جا باعث پیشرفت سرمایه داری در اون کشور میشه، یه جایی اون جامعه رو به عقب میرونه، یه جاهای اقتصاد اون کشور رو نابود میکنه. خود مارکس هم تو همون جلد دو کاپیتال میگه یعنی این سرمایه تجاری و مالی همه جا نقشه به صلاح چی میگن نقشه توسعه سرمایه داری رو ایفا نکردن بلکه خیلی جا اقتصاد اون کشور رو نابود کردن. مثلا تبدیل ایرلند به مزرعه تولید سیب زمینی که انگلستان بتونه به تمام اروپا صادر کنه زد دخل جامعه ایرلند رو آورد که 200 سال طول کشید تا بتونه ازش بتونه بیاد بیرون. یعنی در تضاد با حرفای شما نیست این نکاتی که من گفتم، دقیقا ادامه حرفاتونه. فقط بخواستم بگم این جنبه دولتش، ولی من یا من ملتفت نشدم یا شما اصلا واردش نتونستید بشید. خواستم بگم راجع به این نظرتون چیه؟ آیا نمیخوره در چارچوب به صلاح کاری که شما کردید یا اینکه نه خود شما هم روی این قضیه موافقید و میدونید؟ چون هی به دولت ها هم اشاره کردین دیگه، این پایداری دولت ملت ها نه تنها اینا شبیه هم نشدن هی به صلاح منفردتر و دورتر از هم دیگه هم دارن میشه. خواستم ببینم نظرت راجع به این جنبه چیه. اگه بخوایم جهان رو توضیح بدیم باید مسئله دولت رو بکشونیم وسط، بدون دولت دیگه نمیشه این رو توضیح داد. مرسی تراب جان، نه سوال خیلی مهم، پیچیده و سختیه. خب اینکه چرا دولت توی ارائه من نبوده و اینا، به هر حال از نظر متدولوژیک سطوح مختلف تحلیل رو میشه اصلا تمیز توی همون برنامه اولیه که اون طرح اولیه که مارکس هم پیریزی میکنه همون بعد گرون ریسه و اینها
در واقع دولت خودش یک مجلد مجزا از همین سرمایه و اینها قرار بود بهش بپردازه، که خب اون طرح 6 جلدی که توش سرمایه، کار مزدی، نمیدونم دولت، تجارت خارجی و بعد بازار جهانی، اون رو کنار میذاره و کلن طرحش عوض میشه توی 1861 63. ولی جدا از اون کاملا درسته که، و من موافقم که دولت یک نهاد به عنوان نهاد مدرن و چه سیاسی دایم فک در واقع باز تولید سرمایه است، و من دولت رو صرفا یک ابزاری در دست همین طبقه حاکم یا بورژوازی نمیخونم. بعضی موقع دولت کارهایی رو میکنه که از پس خود سرمایه یا حتی طبقه حاکم بر نمیاد، اونم به خاطر اینکه اکتورهای در واقع اجتماعی تولید و مبادله یا خود سرمایه به عنوان رابطه اجتماعی یک منطق کاملا غیر منطقی، یک در واقع منطق غیر عقلانی داره. به قول نانسی فریزر، همین سرمایه مثل این اژدها یا ماریه که دوم خودش رو میخوره، سلف دیستراکتیوه، یعنی خودش رو میزنه داغون میکنه. این کتاب فریزر هم، سرمایه‌داری آدم خوار، همین طرح روی جلدش هم دقیقا همین ماریه که یه دایره زده و دوم خودش رو در حال خوردنه. بنابراین دولت وظیفش، رسالتش اینه که بتونه شرایط عمومی بازتولید سرمایه رو فراهم کنه، و کاملا درسته که بدون دولت نمیشه اصلا کلا در مورد بازتولید هم حرف زد، بلخص در سطح بازار جهانی که عرصه نزاع ژئوپلیتیک و دعوا و رقابت و این هاست. یعنی دولت وظیفش اینه که روابط قانونی خود مبادله و تولید ارزش رو فراهم کنه، زیر ساخت های گردش رو فراهم کنه، آنتاگونیسم های اجتماعی رو خفه کنه، به لحاظ بین المللی نقش ژئوپلیتیک بازی کنه، و تاریخا هم دولت های فرادستی که از همین رسالت اصلیشون همین فرایند های استعماری و امپریالیستی بوده که در موردش حالا تا یه حدی توی اون حرف زدیم. منتها از اون طرف دیگه، اینجا جاییه که شاید یکم با هم اختلاف نظر داشته باشیم، اینه که دولت قابل تقلیل به سرمایه نیستش، مخصوصا تو سرمایه داری معاصر. توی فرض کنیم جزوه مشهور لنین، امپریالیسم به عنوان چی تعریف شد؟ به عنوان در واقع نزاع ژئوپلیتیک دولت‌های فرادست، که این نزاع و رقابت میانجی شده بود با سرمایه مالی، یعنی نزاع بین دولت‌ها به میانجی نزاع بین سرمایه. و خب دولت اون موقع، اون زمان، یه جوری بازتاب دهنده سرمایه ملی بود، بورژوازی ملی بود. من خودم درک و برداشتم از مسئله دولت اینه که تو سرمایه‌داری معاصر تا حد خیلی زیادی متحول شده، و در کل سرمایه‌داری معاصر به نظرم در نسبت با مقاطع تاریخی پیش از خودش از 1970 به بعد دچار دستخوش تحولات خیلی عمیق و بنیادینی شده، به نحوی که یه سری از حتی المانای کاپیتال مارکس هم برای فهمش مثلا در قبال سرمایه مالی منسوخ شده. به رغم اینکه خود کاپیتال مارکس هم همزمان معاصرتر شده و موضوعیت بیشتری پیدا کرده از یه سری جنبه های دیگه، من به نظرم تو سرمایه‌داری معاصر رسالت دولت ها بدل شده به ادغام در بازار جهانی، در سرمایه جهانی. و اگر این گزاره رو ما قبول کنیم، اون موقع رابطه بین دولت و سرمایه
خیلی پیچیده تر از اینه که بگیم مثلا دولت یه جور نمایندگی میکنه اون سرمایه ملی رو و بعد این تکثر جهانی تکثر بین دولت هاست. اتفاقی که توی سرمایه‌داری معاصر افتاده و این نکته اصلی که مثلا یه کسی مثل ساندرو مزادرو و مابقی در واقع روش دست میذارن اینه که فضای در واقع گردش سرمایه دیگه مبتنی بر وحدت مرزهای دولت ملت ها نیستش. یعنی چی؟ یعنی اشکالی از گردش و تولید سرمایه به وجود اومده که این مرزهای ملی رو از تو درونشون عبور میکنن و یه منطق دیگه ای دارن. اگر از این منظر به ماجرا نگاه کنیم، این رابطه سرمایه و دولت خیلی پیچیده‌تر میشه و تکثر زمان تاریخی دست کم در حال حاضر غیر قابل تقلیله به تکثر دولت ها، به رغم اینکه بدون دولت همونطور که قبلا هم اشاره کردم فهم این در واقع مناسبات متکثر و ناموزون غیر قابل فهمه، ولی در عین حال هم باور دارم که قابل تقلیل به در واقع دولت نیستش. من فکر کنم اینجوری میبینم مسئله رابطه بین سرمایه و رابطه دولت رو. و حالا اینکه میگم اصلا منظورم چیه از اینکه ادغام شده در فضای جهانی و اینها، ببین ما اصلا توی خود قلب اروپا با یه اشکالی از همین اقتدارگرایی و اینها سر و کار داریم که توش خواست و اراده عمومی مردم از طریق همین صندوق فرمال و سوری پارلمان و انتخابات هم دیگه بهش هیچ توجهی نمیشه. مثلا من توی مقاله‌ای که قبلا بهش پرداخته بودم سر مسئله بازنشستگی تو فرانسه، خب ما اگه نگاه کنیم مثلا بیشتر از 200 تا همین شهر کوچیک و بزرگ اعتصاب شد، در دانشگاه اعتصاب شد، شهرداری ها اعتصاب شد، زباله ها چندین نمیدونم تن توی خیابون های پاریس زباله انباش شده بود و واقعا یه جنبش اجتماعی گسترده و همگیر بود. و در نهایت ماکرون یعنی اون اصلاح نولیبرالی در واقع مسئله بازنشستگی رو در نهایت از طریق یه قانون اضطراری به رغم مخالفت پارلمان انجام میده. و وقتی میگم وظیفه دولت ادغام تو بازار جهانی، این نیست که وظیفه دولت رو کم کنم، برعکس وظیفه دولت خیلی مهمتر شده و اون بخش اجراییش هم هست اتفاقا، چون میتونیم دولت بگیم همین بخش مقننه داره، اجرایی داره، فلان داره، بخش اجراییش اتفاقا خیلی مهمتر از بخشهای دیگر شده و رسالتش این شده که از طریق باز تعریف مناسبات قانونی، حقوقی، سیاسی این مناسبات اجتماعی سرمایه رو در واقع تغییر بده، راه رو باز کنه برای گردش آزادانه سرمایه، در این حال که به هر حال نیروی کار همیشه با رژیم مرزی گره میخوره و یه سری تغییراتی رو به وجود بیاره که توش سرمایه جهانی بتونه راحت خودش رو بازتولید کنه. مثلا در آفریقا خب ما میدونیم که این فرایندهای سلب مالکیت از افرادی که صاحب زمینن یه مسئله خیلی جدیه. مثلا این جامعه شناس ساسکیا ساسن توی اون کتابش در مورد این حرف میزنه و خب ما اگه نگاه کنیم زمینای سلب مالکیت شده از مثلا یک کشور خاص توی آفریقا همزمان توسط 50 تا کشور مثلا از جمله چین که آفریقا رو داره میبلعه، آفریقا رو از اون طرف آمریکای لاتین هم داره میبلعه، اتفاق افتاده. یعنی 50 تا کشور اونجا اومدن دخیل شد. برای همین میگم که این فضای انباشت سرمایه با فضای رابطه بین دولت ملت و دستت بین الملل ناهمخوانی
ایجاد شده و این رابطه سرمایه دولت رو خیلی پیچیده کرده. من همینجا وای میستم، خیلی حرف زدم. ممنون از توضیحتون. فقط یه نفرم در نوشته سوال کرده، من حالا بعد براتون میخونم. فقط در ادامه گفتگوی خودمون، منم نخواستم به صلاح دولت رو تقلیل بدم به صلاح صرفا ابزار سرمایه داری، ابزار بورژوایی، منظورم اون نبود. منظورم این بود اونجا که میخوایم این تکثر و ناموزونی رو در سطح بین المللی توضیح بدیم، اینجا مسئله رابطه دولت ها با هم مطرح میشه. چون یه سرمایه‌دار انگلیسی که خودش نمیتونه پاشه بره هندوستان مثلا فلان کار رو بکنه، باید یه پشتیبانی دولتی داشته باشه که مبادا سرمایهش اونجا به خطر بیفته، و با دولت اونجا هم یا باید بگیره زیر دستش یا باید به یه شکلی باش وارد یه معامله‌ای بشه که بتونه بره این کار رو بکنه دیگه. به تاریخچه به صلاح این روابط که آدم نگاه میکنه، دولت ها نقش کلیدی بازی کردن به عنوان میانجی این سرمایه جهانی که حالا داره در اینجا برای خودش به صلاح یه پایگاهی میسازه یا یه بخشی رو میگیره دستش. از این زاویه است که میگم چه بخوایم این کشورها رو توضیح بدیم، چه بخوایم شکل جهانی و این تضادهای موجود در سطح همین اقتصاد جهانی که دیگه خیلی با دوران فرق قبل داره، همونجور که شما گفتین این واقعا اولین دوره است که تولید جهانی شده. یعنی صرفا این نیست که مثلا سرمایه انگلیسی می رود در هندوستان فلان می کند، یه تلفن دستی شما می خرید در 15-16 کشور مختلف این تولید شده، اجزایش در یه جا این تیکا به هم وصل شدن، در یه جا اون تیکا به هم وصل شدن، حتی به اصطلاح مونتاژش هم در یک کشور، یه مونتاژ آخریش هم در چین مثلا انجام میشه. یعنی خود پروسه تولید اساسا جهانی شده. ولی با وجود این، حتی همین پروسه تولید جهانی رو که شما نگاه میکنی، این همه مقررات و نهادهای بین المللی ساخته شدن برای به اصطلاح جلو بردن این منطقه جهانی، ولی به محض اینکه وضع اقتصادی مثلا صنایع اتومبیل الکترونیک آمریکا خراب میشه، فوری میگه نخیر این ماشینای چینی دیگه حق ندارن، با 100% تعرفه گمرکی فقط حق دارن وارد آمریکا بشن. یعنی یه دفعه میبینید چه جوری تو همین بازار جهانی که ایجاد شده و واقعا هم وجود داره و واقعا هم داره کار میکنه، عملا 30-40% اقتصاد جهانی فقط همین تو بازار جهانیه. یعنی مثل سابق نیست که 5%ش هم نمیشه، میگه خیلی حجم عظیمی از اقتصاد همه کشورها داره از واسطه بازار جهانی میچرخه تحقق پیدا میکنه. و حتی توی این دنیای اینجوری هم هنوز نقش دولت ها در کارگزاری به صلاح رابطه بین سرمایداری این ور و سرمایداری اون ور خیلی کلیدی و مهمه. البته یه حرفی شما زدی خیلی نکته مهمیه، منم این حرف رو اعتقاد دارم. یعنی این جهانی شدن پروسه تولید، خب یه دولت جهانی هم لازم داره دیگه. شما بالاخره اگه بخواید از این مناسبات در سطح جهانی حراست کنید و منافع عمومی رو به اصطلاح بتونید معرفش باشید، باید یه دولت جهانی هم شکل بگیره دیگه. منتها دقیقا رقابت بین این دولت ملت ها که اجازه نمیده یه دولت جهانی شکل بگیره. بورژوازی قادر نیست یه دولت جهانی بسازه، همینجوری که میبینیم این همه سال هیچ نزدیکش هم نشده. حتی اروپای مشترک، یه بحران کووید اتفاق افتاد، همه دیدید چجوری افتادن به جوری، میگو من واکسن ها به تو نمیدم، اون میگو من واکسن خودم کم دارم، چرا به تو 5 میلیون بدم. یعنی حتی سر توزیع واکسن بینشون دعوا شد. امروز هم تو سطح جهانی هم شما نگاه بکنید، اتفاقا دیدید یه عده از به اصطلاح متفکران معتقدن که مثلا دولت ملت ها دارن رنگ میبازن، به تدریج اون اهمیتشون از دست میدن و این مقررات بین المللی و این نهادهای بین المللی عملا یه دولت سایه ایجاد کرده، یه شادو
استیتی ایجاد کرده که اینا میچرخونن این اقتصاد جهانی، که این هم ما دیدیم. ببین شو قشنگ امروز چین مقررات World Trade Organization رو زیر پاش میذاره، فردا آمریکا میذاره، هر کدوم هر موقع دلشون بخواد زورشون هم برسه اینا رو میزنن زیرش، همینجوری که الان میریم جلو چشممون دارن میزنن زیر خیلی از اینا. و هنوز هم این به صلاح رقابت ها بین این دولت ملت ها داره جهان رو به صلاح به جنگ و داریم یواش بریم، بدونی که بدونیم همیشه با خابیده داریم میریم به طرف جنگ جهانی سوم. یعنی پدیده ای که اتفاقا رخ داده و خیلی جالبه، یه تو این دولت ملت ها یه نهادها ایجاد شده، یه بخش ها ایجاد شده، دقیقا همونجوری هم که میگین عمدتا تو بخش اجرایی، نهادهایی که نه منتخبن نه ملموس کی اینا رو اونجا گذاشته. مثلا تو انگلیس شما اینجا درس خوندین میدونین کوانگو، این چیزایی که ما بهش میگیم کوانگو، مثلا یه کمیته هست مثلا نظارت میکنه به تلکامیونیکیشن که مثلا آیا اینا این کار رو درست کردن، مقررات رو اجرا کردن، آیا اون توافقی که امضا کرده بودن رو زیر پاش نزدن، به صورت رگولیت میکنه یه سری از حوزه های از اقتصاد. این کانگو اغلبشون اصلا کسی نمیدونه کی هستن، غیر منتخبن، توسط دولت تعیین شدن و یه بخشی از دولت عملا کاملا خودش رو از کنترل مردم خارج کرده و کاملا اصلا یه چیز مستقل برای خودش شده، و این بخشایی که مستقل شده، بخشایی که جدا کرده خودش از هر گونه نظارت از پایین، بخشایی هستن که در واقع دارن نقش اون دولت جهانی رو بازی میکنن، بخشایی هستن که اتفاقا با این دید دارن کارها رو جلو میبرن. درنچه خود همین پدیده دولت ملت ها در کشورهای حتی پیشرفته هم باید از زاویه دقیقا همین بحثی که شما کردید دوباره ما بررسی کنیم، دوباره یه ذره دقیق تر تحلیل کنیم. خیلی نقشش عوض شده، خیلی ماهیتش تغییر کرد، خیلی از پدیدهایی که امروز ما میبینیم اینا چرا اینطور دیوانه کنترل شدن، اینجور به صلاح سیستم کنترل براشون اینقدر اهمیت پیدا کرده، ریشش در کجاست؟ ولی به هر حال میگم این یه جنبه است که اگر بخوایم، منظور من این بود، اگر بخوایم واقعا اقتصاد ایران رو بفهمیم، واقعا اقتصاد جهان رو بفهمیم، باید میانجیگری این دولت ها در این جهانی شدن رو هم جزو تحلیلمون داشته باشیم، و الا به صرف مقولات اقتصادی به نظرم نمیشه این رو به صلاح کنکرت کرد. من منظورم این. برای خیلی ممنونم از صحبتتون. ممنون یه کسی هم در نوشته سوال کرده، من سوال براتون میخونم، دو سه تا سوال بعد از اون، من یکیش اولی شدیده بودم. آها، شما به تعبیر کامران متین در زمینه روابط بین الملل اشاره کردید، من مفهوم آن را متوجه نشدم، لطفا تکرار کنید و بس دهید. من کاملا با انتقادات شما از کوین اندرسون، برنر ارسکیز بود آرس اسکینز بود موافقم. این یکی از سوال هاست، این جواب بر یه سوال دیگه هم هست. آره، این را چیز کامل متنم، حالا من واقعا تظاهر نمی کنم که کاراشون رو خیلی دقیق خوندم یا میدونم اینا، فقط ارجام به اون این بود که این در واقع تحلیل یا چارچوب نظریه همین آن ایون کامباین دیولوپمنت، توسعه ناموزون و مرکب، به هر حال تروتسکی توی اوایل قرن بیستم مطرح میکنه برای اینکه بتونه مسیر تاریخی ویژه روسیه تزاری رو بفهمه، و خب اون موقع روسیه اون دوران داشت از طرف فشارهای ژئوپلیتیک بین المللی بلعیده میشد، و برای اینکه بلعیده نشه و دووم بیاره توی این نظم بین الملل، شروع میکنه به تغییرات در واقع ساختاری از بالا، و برای همین یک جور برای اولین بار مناسبات اجتماعی رو به لحاظ تاریخی ژئوپلیتیزه میکنه، امر ژئوپلیتیک رو میاره
داخل خود در واقع تحلیل تاریخ، و بعد جاستین روزنبرگ، حالا تا که من متوجه شدم سوپروایزر خود کامران متین، بعد از اینکه یه جایزه معروف در واقع مارکسیستی چپ هست که به هر حال از نظر بین المللی اعتبار داره، اونو میبره. آیزاک دویچر اون جایزه رو میبره به خاطر نوشتن کتابش. توی سخنرانی که جایزه رو برده تو نزدیک سال 1995 شروع میکنه در مورد این آن ایون ان کامباین دیولپمنت، توسعه ناموزون مرکب، حرف زدن به عنوان در واقع حلقه مفقودی روابط بین الملل انتقادی، که این رو در واقع به عنوان یک نقد، یک جور مسئله که بهش ازش به عنوان متدولوژی همین ناسیونالیستی ازش یاد میشه، یعنی به عنوان نقد این دیدگاه که یک دولت ملت یک جامعه خود بسنده است و اگر رابطه ای داره با تو سطح بین الملل با جوامع دیگه، با دولت های دیگه، این رابطه صرفا یه چیز بیرونیه نه درونی، و بنابراین خود این دولت ملت رو به عنوان یک واحد تحلیلی خود بسنده درک میکنه. این آن ایون ان کامباین دیولوپمنت احیا میشه توسط جاستین روزنبرگ برای اینکه بتونه دقیقا همین رو نقد کنه، و بعد از تو دل اون تکثر زمان تاریخی رو به عنوان عمدتاً به عنوان در رابطه با همین فشارهای ژئوپلیتیک و اینها در واقع این تکثر تاریخی رو مطرح کنه. و همین، من چیز بیشتری الان یادم نمیاد که بتونم بگم و اینا، ولی به نظرم بحثا سر توسعه ناموزون و مرکب خیلی زیاده. یکی از بحثایی که هستش اینه که آیا اولا این رو به عنوان هستی شناسی اجتماعی در سطح عام، یعنی اصلا فارغ از سرمایه داری، تمام تحولات تاریخی اولا ناموزونن، با همدیگه تفاوت دارن و دقیقا به خاطر تفاوتهاشون روی همدیگه تأثیر میذارن، مثلا و این تاریخ خطی رو در واقع از بین میبره. مثلا مثال تروتسکی این بود که نمیدونم اگر یه سری جوامعی که دارن مثلا با تیر کمون می جنگن، اگه یه دفعه یک تفنگ یا نمیدونم یک سلاح پیشرفت دستشون بیاد، فورا اون تیر کمونه رو کنار میندازن، تفنگ رو دستشون میگیرن و اون تفنگه می جنگن. لازم نیست حتما تمام این مسیر تاریخی که از تیر کمون تا تفنگ طی شده رو اونها دی کنن. اگه یکی دیگه تفنگ میسازه، منم میتونم از همون تفنگه در واقع استفاده کنم و بعدش هم بسازم. یعنی این خب این یکی از بچهای بحث در مورد در واقع بچه اونتولوژی که هستی شناختی آن ایون ان کامباین دیولپمنت، این یه بچه. بچه دیگه اینه که آیا این مشخصا تاریخی خود سرمایه داری هست یا نیست، و این تاکید روی بیشتر ناموزون بودنشه یا رو مرکب بودنش، که من خودم هم اونقدر که باید توی این مبحث توسعه ناموزون مرکب دقیق نشدم، ولی خب به هر حال به نظر میاد یکی از نظریاتی که توش این تکثر زمان تاریخی عمدتا به میانجی همین فشارهای ژئوپلیتیک مخصوصا خونده میشه. آره من همجا باید میستم ترابچه. باز هم تشکر رفیق مرتضا. یه رفیق دیگه هم یه سوال کرده. بونفلد اغلب به نوعی سرنگونی خود به خودی سرمایه‌داری اشاره می کند. به نظر می رسد که شما تفسیر متفاوتی دارید. می توانید توضیح دهید که چرا؟ مرسی. آره بونفلد منظور شده. آره سوال خیلی خوبیه. در مورد سرنگونی خود به خودی سرمایه، خب به هر حال بعد نیستش که حالا یکم از بونفلد و اینا هم فراتر بریم. توی خود مارکس، توی مانیفست و گرون ریسه و اینها، مارکس همچنان با یک همین
تلقی خطی و قایتگرا از تاریخ سرمایه داری در واقع میخونه سرمایه رو. منظورمونم از خطی و اینها اینه که اول خب ما یک مناسبات پیشا سرمایه داری داریم، بعد سرمایه میاد اینها رو امها میکنه، بعد خودش رو متحول میکنه، بعد به یک بحران میرسه، بحران ساختاری که امکان اینو نداره که بر مبنای قوای مولده موجود ادامه بده، یا همین forces of production با مناسبات اجتماعی به تناقض در میاد، و بعدش بعد از تو دل این بحران ما تو ایستگاه آخر تاریخ سوسیالیسم رو داریم و کمونیسم و اینجور چیزا. این ترقی خطی از تاریخ به شکل خیلی ویژه‌ای از بعد از گرون ریسه در واقع کاملا عوض میشه. مثلا توی گرون ریسه، توی اون بخش مهمی که سنت ایتالیایی دست روش میذاره، قطعی در باب ماشین، خب ما میبینیم که مارکس کاملا همین فرض میکنه، پیش فرض میگیره که سرمایداری قراره بیفته. سرمایداری چون قوای مولد خودش رو به میانجی همین ماشین و دستگاه ها و نمیدونم در واقع به کار گرفتن فعالانه تکنولوژی در مناسبات انباش به کار میگیره، اینو انقدر به کار میگیره که دچار در واقع تناقض میشه و خودش رو امهام میکنه، خودش رو از درون فرو در واقع میپاشونه. این تلقی کاملا عوض میشه، یعنی دیگه تلقی این شکل از مقطعگرا از بعد از همین 1861-1863 کاملا عوض میشه. تمپورالیتی خطی نیست، چنگانه میشه، و مسئله بحران که واقع نقش کلیدی تو این تاریخ قبلی خطی بازی میکنه کاملا عوض میشه. بحران مثلا برای مارکس توی اون دوره متقدمش اینه که این بحران ها همین جور هی گسترده تر و عمیق‌تر میشن و در نهایت تبدیل میشن به یه چیز مخرب. اگر مثلا کاپیتال رو ما بخونیم یا دست نوشته های اقتصادی که اخیراً هم به هر حال کمال خسروی ترجمه کرده، توی اون بحران تبدیل میشه اتفاقا به یه چیز مثبت برای سرمایه، در این حال که به لحاظ سیاسی به هر حال بحران همیشه یه فرصت بوده برای ستم دیدگان، ولی از اون طرف برای سرمایه هم یک فرصته، یک فرصت برای بازسازی خودش، برای اینکه بتونه از نو مناسبات انباشت رو ریکانفیگر کنه، از نو مفصل بندی کنه، برای اینکه بتونه به حیات خودش ادامه بده. و بنابراین بحران از اون حالت که کاملا به عنوان یه چیز مخرب در واقع تلقی شده بود توی مارکس، که مثلا گرون ریسه رو اصلا مارکس دلیلی که می نویسه همین بوده که می ترسیده، ترسش این بوده، یعنی تو بیوگرافی ها اینای مارکس زمان می خوندم که ترسش این بوده که سرمایه داری بیفته و خود مارکس مثلا نتونه هیچ کانتریبیوشن نظری به اون انقلاب بکنه، یعنی واقعا فکر میکردن که سرمایه داری داره می افته. خاطر همینم گرون ریسه رو خیلی سریع در واقع سعی میکنه بنویسه و ناتمام میمونه از اینجور حرفا. ولی در مورد خود ورنر بومفیلد، من خودم هیچ این برداشت رو نداشتم که به نوعی به سرنگونی خود به خودی سرمایه داری اشاره میکنه. ورنر بومفیلد شاید مثلا چون ریشه داره تو همین سنت شکل ارزش و اینها، به یک بچه‌ای از بچه‌های هگلی مارکس که در مورد همین ارزش افزایی خود قائم به ذات، همین سرمایه به عنوان سوژه اتوماتیک، اینکه خودش ملزومات خودش رو برمی‌نهه از طریق فشارهای اقتصادی و اینها، من بیشتر تو اونجا دیدم که این فرایند خود به خودی رو بخواد در واقع تعبین کنه. ولی سرمایه‌داری هیچ یعنی هیچ قایتی نداره، یعنی هیچ کس با هیچ اطمینانی نمیشه گفتش که مثلا خود به خودی میفته. بله
از یه طرف من گفتم توی اون نانسی فریزر اینا یک رابطه اجتماعی کاملا سلف دیستراکتیو، یعنی خودش رو میخوره، زیر پای خودش رو یک گرایشی داره که خالی کنه. مثلا در مورد در واقع مسئله اکولوژی الان داره زیر پای خودش خالی میکنه، و اگه زیر پای خودش خالی میکنه زیر پای ما هم همزمان خالی میکنه. یعنی حتی اگر وضعیت اکولوژیک همین الانش که داغونه، یعنی 1.5 درجه بالاتر از حد میانگین انواع اقسام چیزا داره اتفاق میفته، به یه نحوی به شدتی برسه که مثلا پروسه های انباشت اختلال پیدا کنن و اینها، و همزمان هم که اصلا نه موجود زنده ای میمونه که بشه اونا رو استثمار کنه، نه طبیعتی میمونه که بتونه در واقع به سلابه بکشونتش. چون مارکس همونطور که در واقع می نویسه، اگر اشتباه نکنم تو کاپیتال، دو تا سورس اصلی همین ثروت و سرمایه لیبرن و نیچر، یعنی طبیعت و کار، و جفت اینا رو توی سرمایه داری معاصر واقعا به شکل ویژه‌ای تخریب کرده. و اونم دوباره برمیگرده به مسئله همین دولت و اینکه نقشش عوض شده، و دیگه حتی اون کاری که یه زمانی خود سرمایه نمیتونست انجام بده رو زمانی توی مقطعی یه کارایی انجام میداد که سرمایه نمیتونست انجام بده، الان احساس دریافت و برداشت من اینه که کاملا اتفاقا همسو شده با سرمایه. درست شرایط امکان بازتولیدش رو فراهم میکنه، ولی نمیتونه حد بزنه به اون وجهای خیلی مخربی که همین مثل یه مار داره دوم خودش رو میخوره. مثلا یه مثال بگم، توی کاپیتال بخشایی که سر همین ارزش افزوده نسبی و ایناست، وقتی که ماشینالات صنعتی اختراع شد، خب به خاطر اینکه نیروی کار مردانه و اینها ماچو و همین که با ازوله و فلان و اینا گره خورده، این الزام از بین رفت، سرمایه‌داری صنعتی شروع کرد به استخدام بچه ها و زنان و اینها. توی اون دوره وقتی زنا مثلا میرفتن سر کار، خب چند صد هزار بچه به خاطر اینکه بهشون مراقبت لازم داده نشده بود از طرف مادرهاشون، از طرف خانواده مردن. و خب خودش اصلا این ادامه نسلی نیروی کار رو به خطر میندازه. اگه به خود سرمایه باشه، همه رو به کشتن میده یا از کار میکشتشون از کار اضافی. ولی اون موقع خب دولت برای اینکه بتونه این شرایط امکان بازتولید سرمایه رو فراهم کنه، میاد یه رگولیشنی میزنه، میگه آقا مثلا چه میدونم زنان اینقدر فقط باید در ساعت کار کنن، بچه ها نباید کار کنن، ساعت کاری از فلان ساعت به فلان ساعت میرسه. ضمن اینکه این فقط دولت نیست که این کار رو میکنه، یعنی مبارزات اجتماعی خود زنان، مبارزات اجتماعی طبقه کارگر تو اون دوره، همونطور که تو فصل 10 کاپیتال هم به شکل خیلی درخشانی توصیف شده، نقش کلیدی و حیاتی دارن برای اینکه حد بزنن به سرمایه. چون سرمایه یه ذره شبیه زامبیه، یعنی هیچ حد و مرزی برای همین استثمار و انقیاد نداره. منطق انباشتش منطق بیپایانه، یعنی نامتناهیه به شکل منطقی، به شکل تاریخی تناهی داره، به این خاطر که طبیعت اصلا یه محدودیت هایی داره، نیروی کار یه محدودیت هایی داره، و سرمایه مدام این محدودیت ها رو پوش میکنه، به سرحدات خودشون میرسه و به هر حال یه فرم کاملا سلف دیستراکتیویه. ولی خود به خودی نمیشه گفت میفته برم همه اینا. من همینجا وای میسم تراب جان. باز هم تشکر. رفیق دیگه ای من نمیبینم سوالی کرده باشه یا دستشو بالا کنه. رفقای ادمین کس دیگه ای سوالی نکرده بود، من در متن که چیزی نمیبینم. بله، نه من سوال دیگه ای نمیبینم. خب رفیق مرتضی، بازم تشکر از اینکه تشریف آوردید و صحبت بسیار عالی کردید.
در ضمن میخواستم یه سوال بکنم، این تزتون فارسی ترجمه کردید یا اینکه نه هنوز نشده؟ یکی از دوستان سوال کرده بود از من. برها خیلی ممنون که تشریف آوردید. اگر مایلید در پایان به عنوان حسن ختام یه جمعبندی یا یه مختصری دیگه ارائه بدید، کاملا وقت هست، بفرمایید. و الا من میگم من دست کسی بالا نمیدم. یه سوال دیگه فکر کنم اومده تو آها، راب جان. این الان پیدا شد. رفیق سیامک نیلوفر عزیز سوال کردم. ممنون از ارائه خیلی آموزندهتون. نظرتون در مورد نظریه تکنوفئودالیسم چیست؟ اینکه شیوه های تولید سرمایهداری در حال دگردیسی به مناسبات تازه است که بیشتر شبیه به یک فودالیزم دیجیتال است تا مناسبات سرمایهداری. آیا با تئوری محوریت بازتولید که شما ارائه دادید می توانید دگردیسی را توضیح داد؟ ممنون. سوال خیلی سختیه، من واقعا پاسخ یعنی مثلا خیلی آشنا نیستم با این ترم تکنو فئودالیسم و فئودالیسم دیجیتالی. من چیزایی که این برانور دیدم در مورد همین اصطلاحی که ری فیودالیزیشن، از نو فئودال سازی مثلا به کار برده شده و خیلی هم مربوط به سرمایه مالی تو سرمایه‌داری معاصر، یعنی اشکالی از در واقع روابط قدرت رو ما داریم میبینیم که شکاف‌های جهانی توش خیلی اکستریم شده و سرمایه مالی به عنوان فراکسیون اصلی سرمایه، به فرم دامینانت سرمایه اعمال قدرت میکنه، نه فقط به سرمایه مولد و تجاری و غیره، بلکه همینطور به دولت‌ها، یعنی دیکته میکنه، ملزومات خودش رو دیکته میکنه و توی این شکل به هر حال از سرمایه‌داری، اینکه بشه این رو ریفیودالیزیشن گذاشت یا نه، من خودم نمیدونم یا دست کم تردید دارم و دیده تردید نگاه میکنم. من فکر نمی کنم، یعنی مثلا یه سری به هر حال نظریه ها هستش که ما دوران اکنون تاریخی رو در واقع تو دوره گذار میبینن، یعنی فکر میکنم که ما در حال رفتن به سمت یک شیوه تولید دیگه هستیم، ولی من فکر میکنم دلیل این که اینا این فکر رو میکنن اینه که مناسبات سرمایهداری بالاخص میگم در قبال سرمایه مالی دچار اونقدر تحولات ژرفی شده، اونقدری گسست در نسبت با در واقع مقاطع قبل از خودش، قبل از 1970 دستخوش تحولات شده که به نظر میاد که ما وارد یک در واقع دوران گذار شدیم، ولی من فکر میکنم همچنان سرمایه‌داریه که توش انباشت، فرم اصلی انباشت بدون در واقع سرمایه مالی غیر ممکنه و این جهش های هستی شناختیه سرمایه مالی هست که فکر میکنم خیلی اهمیت داره و شاید بتونه به کار در واقع این فیودالیزیشن یا حالا این مسئله که رفیقمون طرح کرده به عنوان فیودالیسم دیجیتالی شاید به کار بیاد. نمیدونم که حالا دقیقا منظور از فیودالیسم دیجیتال چیه، ولی خیلی دوست دارم بیشتر بدونم. اگر خود این رفیقمون دوست داره حرف بزنه، بیشتر بنویسه، به هر حال من استقبال میکنم. رفیق نیلوفر، اگه مایلید سوالتون رو دوباره جنبه دیگه شد بنویسید، من قرائت خواهم کرد. یا خودتون اگه مایلید دست بالا کنید بفرمایید صحبت کنید. چیزی نمیبینم. به هر حال برگردیم سر صحبت قبلی. رفیق مرتضی، اگر مایلید در خاتمه جمع‌بندی ارائه بدید ممنونتون میشیم، اگه نه هم که همین تا اینجاش عالی بود. مرسی، خیلی ممنون از شما و ما بقیه رفقای دیگه که این فرصت فراهم کردن. خیلی در واقع جلسه خوبی بود با کلی
پرسش هایی که خودمم به فکر انداخت، یعنی خودمم به فکر انداخت. و در مورد تز و اینا هم که پرسیده بودی، نه به فارسی ترجمه نشده، فکر کنم کار خیلی سختیه و شاید در آینده همین تبدیل به کتاب بشه و روش بیشتر کار کنم. اینا هنوز خیلی کار داره. ممنون شما رفقای عزیز، با اجازهتون دیگه منم شب بخیر بهتون بگم. رفیقمونم بیش از این نگه نداریم، خیلی لطف کردید تشریف آوردید تا جلسه هفته